و به تماشای برنامه برای یک دنیای بهتر نشسته اید. برای یک دنیای بهتر یک برنامه سیاسی است. بی‌طرف نیست، جانبدار است، مدافع حقیقت، مدافع آزادی، مدافع برابری، رفاه و سعادت انسان هاست. ما برای چه اهدافی مبارزه می‌کنیم؟ چه می‌گوییم؟ ما برای آزادی و برابری و رفاه و سعادت انسان ها در یک کلام مبارزه می‌کنیم. ما برای نظامی مبارزه می‌کنیم که در آن همگان آزادند، آزادی بیان، عقیده، نقد تمامی جوانب سیاسی، مذهبی، اجتماعی، فرهنگی و سنن در جامعه هیچ گونه قید و شرط و محدودیتی نداشته باشد. آزادی‌های بدون قید و شرط سیاسی. ما برای نظامی مبارزه می‌کنیم که در آن زندانی سیاسی وجود نداشته باشد. زندان‌ها اوین گوهردشت باید به موزه‌های تاریخی و جایگاهی برای دوران توحش جوامع کنونی در نظر گرفته شوند. ما برای نظامی مبارزه می‌کنیم که در آن اثری از مجازات شنیع اعدام نباشد. اعدام قتل عمد دولتی است. ابزاری برای سرکوب، کنترل و مهار جامعه توسط حکومت حاکم و طبقه حاکم است. اما جمهوری اسلامی اعدام یک رکن حیاتی بقا و تداوم عمر سیاهش است. ما برای نظامی مبارزه می‌کنیم که در آن اثری از اعدام نباشد، حبس ابد نباشد، سیستم قضایی در جامعه نه برای عبرت آموزی بلکه برای و انتقام بلکه برای مصون داشتن آحاد جامعه باشد. ما برای نظامی مبارزه می‌کنیم که در آن انسان‌ها برابرند، همگان برابرند. زن انسان فروده است و دست دوم یا دست سوم در جامعه نیست. تحت تکفل هیچ کس نیست. انسان آزاد است با اختیارات کامل. جامعه که در آن زن آزاد نباشد، آزاد قلمداد نمی‌شود. ما برای نظامی مبارزه می‌کنیم که در آن اثری از هیچ گونه تبعیض بر هیچ بخشی از جامعه وجود نداشته باشد. تکلم به زبان‌های مختلف، محل تولد، مکان تولد، جنسیت و زبان‌های رایج در جامعه و افرادی که به این زبان‌ها تکلم می‌کنند، افراد برابر متساوی الحقوق در جامعه هستند. رفع تبعیض از تمامی جوانب سیاسی، حقوقی، اجتماعی جامعه یک رکن فعالیت سیاسی ماست. ما برای نظامی مبارزه می‌کنیم که در آن دست کثیف مذهب، دستگاه مذهب، صنعت مذهب از جامعه کوتاه شده باشد. شرط اول تحقق چنین هدفی استقرار یک نظام سکولار در هم شکستن حاکمیت مذهبی استبدادی در جامعه و استقرار یک نظام سکولار است. رسیدن به این هدف متضمن جدایی دین از دولت، متضمن جدایی دین از سیستم آموزش و پرورش، متضمن جدایی دین از سیستم قضایی و زندگی روزمره مردم است. در این حال ما برای نظامی مبارزه می‌کنیم که در آن صنعت مافیایی مذهب دستش از زندگی اجتماعی کوتاه شده باشد. مذهب یک صنعت مافیایی، یک صنعت تولید جنایت بر علیه مردم، بر علیه جامعه است. کوتاه کردن دست مذهب در عین حال تلاشی است برای مصون داشتن جامعه از این هیولای درنده که تولید خرافه، جهل و جنایت از ارکان حیات و بقایش است. یک رکن تلاش ما کمونیستای کارگری است. ما برای نظامی مبارزه می‌کنیم که افراد نه تنها به لحاظ حقوقی برابرند، بلکه به لحاظ اجتماعی برابرند. برابرند تا محروم نباشند، برابرند تا فقیر نباشند، برابرند تا بی خانمان نباشند، برابرند تا گرسنه نباشند، برابرند تا ناچار نباشند برای گذران زندگی تن به تن فروشی بدهند، دوچار و اسیر مافیای مواد مخدر و انواع بلاهای اجتماعی شوند. ما برای جامعه مبارزه می‌کنیم که رفاه، سعادت، خوشبختی سهم همگان است. به این اعتبار جامعه سرمایه‌داری کنونی که مسبب تمام بلاهای موجود در جامعه است، باید در هم شکسته شود. ما در این حال برای نابودی استثمار مبارزه می‌کنیم.
استثمار انسان از انسان، استثمار کارگر توسط سرمایه‌دار دون شأن انسان است. هر انسانی به محض چشم گشودن به جهان معاصر باید بتواند از تمامی مواهب و محصولات موجود در جامعه که حاصل تماش همگان است به میزان نیازش بهره‌مند شود و به میزان امکانش برای رفع نیازمندی های رو به گستردش و متنوع همگان کوشاه باشد. ما برای نظامی مبارزه می کنیم که مردم بر سرنوشت سیاسی خیش حاکم هستند. به این اعتبار نظام های که متضمن الهیات، ولایت فقیه یا نظام های متکی بر اشرافیت، خون، پادشاهی ذره‌ای متضمن اراده مردم در سرنوشت سیاسی خیش نیستند. فاقد، سلب به اصطلاح اراده مردم پیش شرط تحقق چنین نظام هایی است. حتی حکومت های دموکراسی غربی که در آن پارلمان در ظاهر به اصطلاح امور اصلی جامعه را در دست دارد، مبنایی برای اراده مستمر، همیشگی و حاکمیت سیاسی روزمره مردم نیست. ما برای جامعه مبارزه میکنیم که مردم هر لحظه که اراده کنند بتوانند انتخاب شدگان رو عزل کنند و بتوانند نمایندگان مورد نظر خودشون رو در مسند حاکمیت بر مسند اداره امور قرار دهند. در یک کلام، ما برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار یک جمهوری سوسیالیستی که متضمن آزادی، برابری، رفاه و سعادت همگان است مبارزه میکنیم. اما در برنامه امروز، علاوه بر آنچه که ما میگوییم و برای چه اهدافی مبارزه میکنیم، نگاهی به سفر روحانی به سازمان ملل در اجلاس 70مین سالگرد سازمان ملل میاندازیم. توهمات کدامند؟ واقعیت ها کدامند؟ مسئله چیست؟ چه کسی مسبب کشته شدن و مرگ شاهرخ زمانی است؟ جمهوری اسلامی در کجای این تصویر قرار می گیرد؟ انتخابات آمریکا، سردرگمی های حزب جمهوری خواه، حزب سوپر ارتجایی جمهوری خواه و سردرگمی های حزب دموکرات و کلن نگاهی به انتخابات آمریکا چه می گذرد؟ از سفر روحانی شروع میکنیم. روحانی رأس حاکمیت ارتجاع جمهوری اسلامی، رأس قوه مجریه جمهوری اسلامی به نیویورک، مقر سازمان ملل میآید برای سخنرانی. در این حال در حاشیه این کنفرانس قرار است که سران کشورهای 5 به اضافه 1 با سران حکومت جمهوری اسلامی اجلاسی را برگزار کنند. روحانی در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری NBC در تهران انجام داده گفته که اگر این مذاکرات محدود به توافقات هسته‌ای باشد، از نقطه نظر اونها ایرادی ندارد. در حقیقت داره میگه که مجوزی رو که خامنه‌ای براش صادر کرده محدود، مشروط و مشروط به اصطلاح مذاکرات اتمی هست. پیش از اون خاتمی در توالت سازمان ملل با کلینتون به اصطلاح گفتگو و ملاقات کرده بود. قبل از این هم در سفر پیشین روحانی به سازمان ملل در یک تماس تلفنی اوباما و روحانی صحبت کرده بودند. اما توهمات کدام ها هستند؟ توهمات در هر دو سوی به اصطلاح این جدال، هر در دو سوی این واقعیت موج میزنند. جناح اصلاح طلب حکومتی، جناح اعتدالیون، جناح روحانی، رفسنجانی و اصلاح طلبانی که در کنار و در پشتوانه این جریانات قرار دارند، امیدشون به مسئله بقای حکومت جمهوری اسلامی، به بهبود مناسبات جمهوری اسلامی با آمریکا و کشورهای غربی گره خورده. این خطی مشی سیاسی در مقابل خطی مشی سیاسی جناح راست جمهوری اسلامی، اصولگرایان و خامنه قرار داره که از توافق هسته‌ای یک برداشت مذاکرات تک نوبتی و نه یک به اصطلاح آغازی و یک گامی در راه یک پروسه‌ای که بتونه در انتها به نرمالیزه شدن روابط میان حکومت آدمکشان جمهوری اسلامی و غرب و آمریکا در رأسش منتج بشه. تفاوت‌ها، برداشت‌ها کاملاً متفاوت هستند. جناح اصلاح طلب حکومتی
امید جمهوری اسلامی برای بقای خودش رو برخلاف جناح اصولگرای جمهوری اسلامی در این میبینن که بتونن مناسبات جمهوری اسلامی با غرب رو مناسبات عادی تری تعریف بکنن، جمهوری اسلامی رو وارد معادلات منطقه‌ای، معادلات سیاسی بین‌المللی بکنن و در بازار جهانی به مثابه حلقه قرار داده بشن که بتونه حلقه صدور سرمایه، حلقه صدور تکنولوژیک بشه و به این اعتبار بتونن به جمهوری اسلامی دوامی ببخشن. برخلاف سیاست اصلاح طلبان حکومتی در دوران خاتمی که اساس سیاستشون متکی بر این بود که فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا و به این اعتبار متکی بر یک جنبش ارتجایی از پایین که به منظور امکانات در اختیار قرار دادن جناح اصلاح طلب حکومتی در کل حاکمیت بود تا بتونن به چانه‌زنی هایی با جناح راست متوسل بشن و امتیازاتی رو برای اصلاح و بزک کردن هیولای جمهوری اسلامی به دست بیارن، جناح روحانی رفسنجانی چنین تصور پوچ و باطلی نداره. میدونن که زمانی که به مردم تکیه کنن، مردم اهداف خودشون رو، سیاست‌ها و چشمنداز خودشون رو که سرنگونی حکومت آدمکشان جمهوری اسلامی در محور اون قرار داره دنبال میکنن و مردمی که به خیابون میان، حتی در اون زمان در سال 88 هم فریاد زدن موسوی بهانه است، هدف کل نظام است، موسوی بهانه است، هدف کل نظام است و در حقیقت نشون دادن که نقطه سازشی میان مردم و جمهوری آدمکشان اسلامی موجود نیست. سرنگونی جمهوری اسلامی یک گام اصلی و تعیین کننده در راه رسیدن به آزادی، برابری، رفاه و سعادت مردم در اون جامعه اسلام زده، نکبت زده، فقر زده، استبداد زده و سرمایه زده است. اما برخلاف این تصور که جناح روحانی در این دوران کاملا میدونن که نمیتونن به مردم تکیه بکنن، نقطه اتکای خودشون رو غرب، بهبود مناسبات با غرب و در عین حال نرمالیزه کردن مناسبات با آمریکا و متحدینشون دارن دنبال میکنن و این حلقه کلیدی و به قولی کلیدی هست که جناح روحانی در دست داره تا بتونه عمر سیاه حکومت آدمکشان جمهوری اسلامی رو تداوم ببخشه. در غرب هم جناحی از هیئت حاکمه آمریکا امیدش بر این هستش که در یک پروسه گام به گام تدریجی و نه در یک پروسه تغییر رژیم یا رژیم چینج یا به اصطلاح از حمله نظامی برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، بلکه در یک پروسه تدریجی استحاله جمهوری اسلامی رو دنبال بکنن، تغییراتی رو به جمهوری اسلامی تحمیل بکنن تا بتونن این تغییرات رو مبنایی برای به اصطلاح مطیع کردن، رام کردن وحوش اسلامی حاکم بر ایران به نفع مصالح و سیاست‌های آمریکا و متحدینش در خاورمیانه و در ایران و غیره قرار بدن. اینا الگوهایی هستند که در دو طرف دنبال میشن و به این اعتبار گسترش مناسبات آمریکا با جمهوری اسلامی هدف هیئت حاکمه فعلی است. اما در تقابل با این دو اردو، در تقابل با اردوی حکومت آدمکشان جمهوری اسلامی، در تقابل با اردوی جریانات ملی اسلامی که در حاشیه حکومت قرار گرفتن و اونها هم امیدشون رو برای اصلاح رژیم در عین حال در شرایط کنونی بر این استوار میبینن که به آمریکا و جمهوری اسلامی هرچه بیشتر به همدیگه نزدیک بشن و مناسباتشون رو بهبود ببخشن، در اردوی مقابلی که در مقابل میلیتاریزم آمریکا و متحدینش و جنگ طلبی قرار داره، اردوی بشریت متمدن، اردوی کارگر، اردوی مردم آزادی خواه، اردوی زن برابر طلب، اردوی جوان امروزی قرار گرفته که اینها معتقدند که گسترش مناسبات با آمریکا بلاواسطه بهبودی در موقعیت زندگی مردم ایجاد نخواهد کرد. برخلاف تمام تصوراتی که جریانات ملی اسلامی و یا جناح اعتدال طلب حکومتی ادعا می کنند،
بهبود مناسبات با آمریکا منجر به تغییرات مادی در زندگی مردم، منجر به گشایش فضای سیاسی در جامعه نخواهد شد. چنین تصوراتی پوچ، باطل و غیر واقعی هستند و نشون هم داده شده. واقعیات حیات سیاسی در زندگی دوران زندگی یه به اصطلاح حاکمیت روحانی رفسنجانی در یک جناح جمهوری اسلامی نشون داده که افزایش اعدام‌ها، افزایش مصائب و تعرض به مردم یک رکن سیاست در عین حال پیشبرد سیاست نرمالیزه کردن با آمریکا بوده. به این اعتبار هر درجه تغییری در زندگی مردم تنها و تنها میتونه حاصل مبارزات مردم، حاصل تلاش مردم، حاصل پیشروی جنبش‌های اجتماعی کارگری، زنان، جوانان، پرستاران، معلمان و در جامعه باشه که بتونن به حقوق حقه خودشون، به بخشی از حقوق حقه خودشون و کل حقوق حقه خودشون دست پیدا کنن. به این اعتبار مبارز مناسبات آمریکا و جمهوری اسلامی از نقطه نظر ما از این رو حائز بررسی و اهمیت هست که هر درجه پیشرفت این مناسبات در عین حال شکاف‌های درونی جمهوری اسلامی رو تشدید می‌کنه، هر درجه پافشاری جناح روحانی بر تداوم گسترش مناسبات با آمریکا و غرب و هر درجه مخالفت جناح اصولگرا با این پروژه منجر به دامن گسترده تر شدن تناقضات درونی جمهوری اسلامی خواهد شد و جمهوری اسلامی پر از کشمکش، پر از تناقض، تومه آسانتری برای مردم در کمین نشسته جمهوری اسلامی هستند و پروسه سرنگونی جمهوری اسلامی رو آسانتر خواهد کرد. این اون نقطه و جایگاه پر اهمیت مسائل کنونی سفر روحانی به سازمان ملل، مناسبات جمهوری اسلامی آدمکشان با غرب و غیر است. حکومت اسلامی، این هیولای اسلامی رام شدنی نیست، اهلی شدنی نیست، خانگی شدنی نیست، نقطه سازشی میان مردم و جمهوری اسلامی، هیچ جناحی از جمهوری اسلامی وجود نداره. جمهوری اسلامی علارغم کشمکش ها و تناقضات درونیشون در یک هدف کل جناح ها مشترک هستند و اون هم تداوم بخشیدن به بقای حکومت سیاسی است. اگر اختلافی هست، اختلاف بر سر چگونگی رسیدن به این هدف و نه نفس هدف می باشد. چه کسی مسبب قتل شاهرخ و کشته شدن شاهرخ زمانی است؟ شاهرخ زمانی یک کارگر فعال بود. شاهرخ زمانی یک زندانی سیاسی بود. برای اهداف کارگری تلاش و فعالیت می‌کرد. 5 سال، نزدیک به 5 سال در زندان‌های متفاوت جمهوری اسلامی قرار داشت. مدت‌های مدیدی در سلول‌های انفرادی بود. بارها و بارها شکنجه شده بود و در هفته‌های گذشته مسئولین بهداری زندان آدمکشان جمهوری اسلامی در گوهردشت اعلام کردند که شاهرخ زمانی به علت سکته درگذشته است. قتل شاهرخ و کشته شدن شاهرخ زمانی را باید در امتداد کشته شدن زندانیان سیاسی مانند رضا محسنی، هدا صابر، ستار بهشتی، زهرا کاظمی، افشین اوسانلو، اکبر محمدی و بسیار دیگر از زندانیان سیاسی دید که در زندانهای جمهوری اسلامی کشته شدند، به قتل رسیدند و یا جان خودشون را از دست دادند. واقعیت اینجاست که جمهوری اسلامی نتونست این فعال سیاسی رو اعدام بکنه، نتونست طناب دار رو به گردنش آویزون بکنه، نتونست اون رو در مقابل جوخه‌های تیربارون خودش قرار بده، اما به طرق دیگری اون رو از زندگی محروم کرد و به زندگیش پایان بخشید. این یک شیوه شناخته شده حکومت جمهوری اسلامی در زندان هاست که برای از بین بردن چهره‌های سرشناس، برای از بین بردن زندانیان سیاسی فعال سرشناخت شناخته شده در سطوح بین‌المللی که دارای حمایت‌های گسترده بین‌المللی هستند، اونها را سعی می‌کنه به طرق پزشکی، به اصطلاح به طرق دیگری نابود بکنه. قتل و کشته شدن شاهرخ زمانی بر اثر سکته یک تصادف و یا اتفاق و یا صرفاً ناشی از بیماری نبود.
شرایطی رو براش ایجاد کردن، شرایطی رو به وجود آوردن، زندانی که شکنجه شده علاوه بر اینکه دارای بیماری هایی باشه مسبب از بین رفتنش و یا سکته، حتی اگر سکته واقعی باشه، اون دستگاه جنایتکاری است که شکنجه یک بیمار رو در دستور خودش قرار میده و به طرق مختلف اون رو به اصطلاح از بین میبره. مراسم دفن شاهرخ زمانی، این فعال کارگری، این فعال سوسیالیسم کارگری که برای یک جامعه آزاد سوسیالیستی مبارزه میکرد، تبدیل شد به مراسم همبستگی کارگری، تبدیل شد به مراسم بزرگداشت تلاش فعالین کارگری و تجدید پیمان برای پیشروی در مبارزه و اهداف کارگری و رسیدن به جامعه عاری از استثمار، عاری از نابرابری، عاری از ستم. در این حال تشکل‌های بین المللی در سطح کشورهای اروپایی و کانادا محکوم کردند جمهوری اسلامی رو. جمهوری اسلامی رو محکوم کردند به خاطر کشته شدن و قتل شاهرخ زمانی. جمهوری اسلامی در روزهای ابتدای شکلگیری خودش، خمینی رأس آدم کشانش اعلام میکرد که محمد هم کارگر بوده و محمد بر دست کارگر بوسه زده. مستقل از اینکه تاریخ را چگونه تحریف میکنن، این واقعیت رو همه ما میدونیم که اولین تیرهای جمهوری اسلامی به سینه کارگران معترض و حق طلب در اصفهان شلیک شد. کارگران بیکاری که به میدان آمده بودن، اعتراض کرده بودن و سهم خودشون رو میخواستن و میدونیم که یک رکن اساسی حاکمیت جمهوری اسلامی مقابله همه جانبه و وحشیانه با فعالین کارگری، تشکلهای کارگری و به اصطلاح فعالینی هستش که در صفوف طبقه کارگر برای متحد کردن، متشکل کردن کارگران، برای رسیدن به خواستهای ابتدایی و همچنین خواستهای قایی و والیشون تلاش میکنن هستش. ضدیت با کارگر، سرکوب وحشیانه هر تشکل و تجمع کارگری به میزانی که توازن قوای جامعه اجازه داده، یک رکن حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی بوده. جمهوری اسلامی مسبب قتل شاهرخ زمانی است. ما اجازه نخواهیم داد که قتل شاهرخ زمانی بدون پرداختن هزینه سنگین سیاسی، بدون افشاگری های بی امان بر علیه جمهوری اسلامی ادامه پیدا کنه و زندانی سیاسی دیگری قربانی چنین وضعیت دهشتناکی باشه. ما اهداف سیاسی جمهوری اسلامی رو، روش اجرای این پروژه های قتل و از میان بردن زندانیان سرشناس رو افشا میکنیم و جامعه کارگری و بخش تشکل های کارگری، تشکل های مدافع حقوق انسان، تشکل های سوسیالیستی رو فراخوان بهشون میدیم، ازشون میخواهیم و در این تلاش در نیمه راه تونستیم به موفقیت های دست پیدا کنیم که منجر به محکومیت جمهوری اسلامی در این وضعیت کنونی هست. یاد شاهرخ زمانی گرامی باد. ما از این حادثه ناگوار در این حال تلاش خودمون رو برای پیشبرد و گسترده تر کردن مبارزه برای جامعه که شاهرخ زمانی ها و فعالین کارگر سوسیالیست اینچنینی مبارزه می کردن تداوم خواهیم بخشید. اجازه بدید در آخر هم نگاهی به انتخابات در آمریکا بیاندازیم. صف انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آشفته و در هم و به هم ریخته است. حزب اولترا راست و عمیقا تا مغز استخوان ارتجایی جمهوری خواه با 16 کاندیدا وارد میدان شده. حزب راست دیگر هیئت حاکمه آمریکا، حزب دموکرات، هم وضعیت چندان درخشانی نداره و کاندیدای اصلی مورد نظر بروکراسی حزب دموکرات هیلری کلینتون در وضعیت چندان مناسبی قرار نگرفته. و مسئله اینجاست که چرا این تشتت، این در هم ریختگی، این تعدد کاندیداها چه دلایل سیاسی موجب این وضعیت شده؟ و در حقیقت به این سوال هم باید پاسخ داد که چرا اپوزیسیون ارتجایی ایران،
جریانات ناسیونالیسم پروغرب، سلطنت طلبان، مشروط خواهان و غیره، و چرا جریانات ملی اسلامی از نوع حزب توده، جبهه ملی، اکثریت و غیره برای هر کدام از جناح‌های هیئت حاکمه آمریکا هورا می‌کشند. به چند مسئله باید اشاره کرد. تمایزات انتخاباتی در آمریکا ولی فقیهی در کار نیست. در آمریکا شورای نگهبانی در کار نیست. در آمریکا مجلس تشخیص یا شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام در کار نیست. در آمریکا التزام عملی به رأس حاکمیت سیاه استبداد مذهبی شرط کاندیداتار شدن نیست. زن میتونه کماکان کاندیدا بشه و شاید شانسی برای پیروزی داشته باشه. در آمریکا اینها نیست. اینها تماماً که واقعیت‌های ارزشمندی هستند، محصول مبارزات آزادی خواهانه و برابری طلبانه هستند که در طول تاریخ به طبقه حاکمه آمریکا تحمیل شدند. اما طبقه سرمایه‌دار، طبقه ثروت، صاحب ثروت، 1%های حاکم بر جامعه در آمریکا، وال استریت ها، کمپانی های بزرگ، انحصارات عظیم مالی و تولیدی و نظامی و نفتی و غیره، تمام این بخش ها و ارکان متفاوت سرمایه از مجرای دیگری علاوه به غیر از مجرای شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت، اهداف سیاسی طبقه خودشون رو برای تضمین پیروزی کاندیداتوری نماینده مورد نظر خودشون دنبال میکنن. اما در آمریکا هم تشابهاتی با انتخابات در جمهوری اسلامی وجود داره. اگرچه انتخابات در آمریکا مضحکه نیست، نمایشی است، نمایش سیاسی است، اما مضحکه به این اعتبار نیست. صندوق‌های رأی رو با صندوق‌های جعبه‌ای پرتقال که رأی‌های از پیش آماده شده تا یه شده توش عوض نمی‌کنن، نمیتونن بکنن، بهشون تحمیل شده که نتونن بکنن، به طرق دیگری عمل می‌کنن. اما در آمریکا هم سرنوشت طبقاتی انتخابات از پیش روشنه، چرا که همواره در طول چندین دهه به اصطلاح استقلال آمریکا و غیره همواره دو حزب اصلی بودند که سرنوشت انتخابات رو رقم زدن، و این دو حزب اصلی، دو حزب اصلی طبقه حاکمه در آمریکا هستند. مکانیزم انتخاب شدن و کاندیداتوری قابل ملاحظه و مطرح بودن این هستش که حمایت مالی ارگانهای بزرگ سرمایه از این کاندیداتورها به اصطلاح فراهم بشه برای کاندیداتوری شدنی که کاندیداتوری که قابل مطرح بودن باشه. در این انتخابات باید چیزی نزدیک به 1 میلیارد دلار، 1 بیلیون دلار جمع‌آوری بشه، و این جمع‌آوری توسط عمدتاً کمپانی‌های بزرگ برای پیشبرد امر سیاسی مورد نظر و کاندیداتوری جناح مورد نظر خودشون هست. در اینجا نمایندگان طبقه کارگر، کاندیداتورهای آزادی خواه، برابری طلب، انسانگرا، کاندیداتورهایی که برای زندگی بهتر، آینده بهتر جامعه تلاش میکنند، راهی نمیتونن در مجرای اصلی سیاست پیدا کنند. در دورانهایی که دورانهای متعارف سیاسی هستند و زمانی که دورانهای غیر متعارف پرتنش جامعه صورت میگیره و کاندیداتورهایی که در آمریکا متمایل به چپ هستند میتونن متمایل به چپ باشن، توسط زرادخانه تبلیغاتی امنیتی مافیایی آمریکا زیر ضرب قرار میگیرن. دوران مک‌کارتی سالهای 1950 و غیره دوران سیاهی بود که کمونیسم در آمریکا، کمونیسم در آن زمان، آن چیزی که مطرح بود قدرتی داشت، چه تبلیغات ضد انسانی و سیاسی کثیفی بر علیه هر کسی که نزدیکی به اهداف سیاسی آزادی خواهانه داشت انجام دادن و از این طریق سیاست‌های خودشون رو پیش بردن. وضعیت کنونی در این حال تشتت‌آمیز و پر از آشفتگی هستش، به این اعتبار که حزب جمهوری خواه قطب نمای سیاسی خودش رو از دست داده و این عدم و یا شکست سیاست نظم نوین جهانی و سیاست های تاکنونی حزب جمهوری خواه منجر به تشتت وسیع و همه جانبه کنونی در صفوف اون هستش. ما هیچ
سمت و سوی با هیچ کدوم از این جناح‌ها، برخلاف جریانات راست ناسیونالیست که مدافع جریانات اولترا راست جمهوری خواه هستند و یا جریانات ملی اسلامی که مدافع جریانات دموکرات و غیره هستند، نداریم. مبارزه انتخاباتی در آمریکا برای ما و یا برای آزادی خواهی و برابری طلبی در خود آمریکا مجرایی برای پیش بردن به سیاسی نیست. زمین داغ سیاسی اون عرصه است که باید فشارهای جدی رو به هیئت حاکمه آمریکا تحمیل کرد. نگان امروز به پایان برنامه امروز برای یک دنیای بهتر رسیدیم. به امید روزها و شبهای خوش برای شما.